سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. بیشتر ما اهل برنامه ریزی کردن هستیم، مثلا چنانچه تا به حال برای مسافرت، مراسم عروسی، میهمانی یا یه مراسم ویژه برنامه ریزی کرده باشید، میدونید که چه کارهای زیادی باید انجام داد، مراحلی که همه رو باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه سر و سامان ببخشیم. افراد زیادی از اهمیت برنامه ریزی برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی مطلعن، اما اندک شمارن کسایی که از اهمیت برنامه ریزی برای تمام زندگی خودشون آگاه باشن. گفته میشه که مردم اغلب برنامه ریزی نمی کنن که شکست بخورن، بلکه در برنامه ریزی کردن شکست میخورن. روشنه که راه انداختن یه مراسم عروسی یا مسافرت بدون برنامه ریزی تقریبا فاجعه آمیزه، اما در مورد کل زندگیتون چی فکر میکنید؟ عملا سه راه پیش روی همه هست: یا خودتون سبب روی دادن اتفاقات زندگی بشید، یا یک کنار وایسید و روی دادن اون اتفاقات رو ببینید، و یا از اتفاق افتادن اونها گیج و مبهوت بشید. چنانچه بخواید که هماهنگ و مطابق با امیال خودتون زندگی بکنید، باید در شمار اون گروه از افرادی باشید که خودشون سبب پیش آمدن رویدادها میشن. بنابراین لزوماً و باید برنامه‌ریزی کرد. من در آموزش امروز 10 دلیل عمده برای اهمیت برنامه‌ریزی در زندگی رو به شما اعلام میکنم. نخست اینکه یه زندگی برنامه‌ریزی شده به شما جهت میده. برنامه‌ریزی این فرصت رو در اختیارتون قرار میده که بدونید به کجا قراره برید یا چطور باید به اونجا برید. در غیر این صورت وقت خودتون رو برای کارهای بیهوده تلف کردید. دوم اینکه برنامه زندگی برای شما مراحل رسیدن به رؤیاهاتون رو به شما نشون میده. چنانچه تا کنون رؤیاهاتون برای شما غیر ممکن و دست نیافتنی بودن، شاید به این دلیل بوده باشه که شما هیچ طرح و برنامه‌ای برای رسیدن به اونها آماده نکردید. سوم اینکه اگه زندگیتون رو به شانس و اقبال واگذار بکنید یا اجازه بدید که بقیه زندگیتون رو کنترل کنن، بی تردید ناامید و دلسرد خواهید شد. یه زندگی برنامه‌ریزی شده کنترل زندگی رو در دستان شما قرار میده. چهارم اینکه یه زندگی برنامه‌ریزی شده به شما آرامش میده. بدون برنامه دچار گیجی و سردرگمی میشید که کجا برم و روزاتون چطور بگذرونید. پنجم اینکه یه زندگی برنامه‌ریزی شده به شما هدف میده. وقتی تصمیم میگیرید که روی برنامه زندگی بکنید، یعنی قصدید هدفمند زندگی بکنید و دیگه زندگی کردنتون بودن خالی نیست. ششم اینکه شور و اشتیاق حاصل یه زندگی برنامه‌ریزی شده عملا باعث میشه که همون شور و اشتیاق یه زندگی خیلی خوب رو برای شما ایجاد بکنه. موفقیت تحقق پیش‌رونده یه هدف واقعا ارزشمنده. وقتی هدفی پیش روی خودتون داشته باشید، با شور و اشتیاق بیشتر زندگی میکنید. هفتم اینکه یک زندگی برنامه‌ریزی شده به شما قدرت میده. برنامه‌ریزی و هدفمند بودن توی زندگی باعث میشه که به همون شیوهی که دوست دارید زندگی بکنید، با حداقل نیاز به بقیه. هشتم اینکه یه زندگی برنامه‌ریزی شده باعث میشه شکرگزار نعمت‌های خدا باشید. شما ناظر فعال و آگاه اون چیزی خواهید بود که خدا به شما داده. برنامه‌ریزی برای زندگیتون نشون میده که به نعمت‌های خدا احترام میذارید. و اما نهم، یه زندگی برنامه‌ریزی شده سبب میشه ناخودآگاهتون نیز به خدمت شما در بیاد. با برنامه‌ریزی بصیرتی در ناخودآگاهتون میکارید. حالا این بصیرت فرصت‌های لازم برای رسیدن به موفقیت رو بدون شک برای ما فراهم میکنه. و اما آخرین موردم این که آزادی و راحتی خیال حاصل یه برنامه‌ریزی حساب شده است. چنانچه برای شکل دادن به سرنوشتون آزادی طلب بکنید، واقعا آزاد خواهید بود. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید، لایک کنید و سابسکرایب فراموشتون نشه. موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون.